این عکس بابامه، اسمش فرخه. خانم تو رو خدا حرف بزن، جون منو به لبم رسوندی، بگو بابای منو دیدی یا ندیدی؟ شوهرم صیاد یه روز اومد خونه، گفت صید خوب کرده، گفت سران ایرانی دارن از زمین و دریا و هوا فرار میکنن، گفت که پولای زیادی باهاشونه، گفت میتونه از این مرد پول خوبی در میاره. از بابای من؟ بله، اون مریض و زخمی بود، ما هم دوا و درمونش کردیم تا حالش بهتر شد. خب الان بابای من کجاست؟ شوهرم چند روزی اینجا قایمش کرده بود، بلکه به ایران زنگ بزنه یه پول گیرش بیاد. باور نمی کنی؟ نوشته های روی دیوار رو ببین. بابا اینجا بوده. از کجا فهمیدی؟ روی دیوار خونشون اسمای ما رو نوشته بود. بابا این تو بوده. اشتبون یا بوی. بابا این تو بوده. لعشونه علیهم بعد. صاحب خونه یا بالبحر بلحم وراحوا. كم مرة أقول لكم وأنا قليت لك غرقوا شرطة العراق إجت وراحوا وغرقوا كم مرة قلت لكم شو ميجي؟ اونا غرق نشدن، اگه غرق شدن چرا جنازه هاشون روی آب نیومد؟ ها؟ شاید هم زنده باشن، شاید هم مرده. جابر البحر عطش کاری چشان گذی؟ یلا برا 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 برا. خواهر من اگه فرخ زنده بود حتی حالا پیداش میشه. پیداش نشده برای اینکه گرفتار شده، برای اینکه زبون بلد نبوده، برای اینکه پول نداشته، برای اینکه یک بدبختی سرش اومده دیگه. معنیش این نیست که پدر بچه‌های من مرده، میفهمی شریف؟ قرار از کجا و کی به دستور برسه؟ قرارمون چی؟ من سوال نمی‌کنم خودت برای چی اومدی خرمشهر؟ ها؟ تو هم سوال نمی‌کنی خودم برای چی اومدم. مفهوم؟ نگرانی ماشینم نباش، ببرش گاراژ رسول. ممنون. به سلامت. خدا آغاز سال 1358 هجری شمسی. خوبه که مرگ پدرتو باور نمی کنی. ببینم تو چرا هیچ وقت نظرتو راجع به من نمیگی؟ شاید بگم من همیشه گفتم شما ویژگی خاصی دارین، یعنی خیلی آدم پیگیری هستین، برای رسیدن به خواستتون خیلی تلاش میکنید و اغلب خب به خواستتون هم میرسید. خب میدونی که مهمترین خواستم چیه نه؟ دلت سینه کباب شده، تموم شدن تظاهرات، تموم شدن تظاهرات، کازه تکون خور. چی؟ تور 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 تکون خور. بابا اینجا ماهی نداره تکون خور تکون خور. ماهی میخوای؟ یه بار براتون تعریف کردم. شته با پسرعموم حامد و پسرعمم جواد رفته بودیم همین شته. تام قلابم انداختم تو آب، یه بار دیدم تکون خور. خواستم بکشمش بالا نتونستم. ماهی که نبود کوسه. یه کوسه گرفتم اینقدر. اینقدر؟ نه خواهی قد خور. اینقدر؟ بابا گیر دادینا، اینقدر که بود دیگه. بابا رو باشیدم، بابا گرفتم. بابا ساکه اونجا رو دیدین؟ اونجا؟ همون به این نخت ها. کجا کیوان؟ بابا همین روبرو کلبه دیگه. مشروب میزدم. کاری به ما ندارم. چیکار دارم بابا؟ چیارم اونو نگه داشتی؟ بکنم. شهو شده بارون اومده. شهو شده بارون اومده. سبا بایستا ببینم. چی؟ کیوان تور. توره کی؟ تور کور. ایوار بدبخت شدم دیگه. باید لباسا نمیشه بگردی. بیا اینو بپوش بهتره. بیا اسروی. چقدر بهت گفتم که با مواظب تور باش؟
خیلی خوب الان یه لحظه حواسم پرت بود، گفتم بچه تهران این چیزا بلد نیست. نه حالا چه شده خوشلوغش کردین؟ یه توره برات میخره. بله بایدم بخره برام. میخره جاد بودم میپریدم تو آب درش میآوردم. من که بلد نیستم اینجا شنا کنم. تو چی بلدی کیوان؟ ها یه تورم که نمیتونی نگهداری. بابا میخره برات. تور واسه پدر بزرگم بود برای خودم. گفتم میخرم برات. ای بابا این دوتا خیلی مشکوک میزدن آخه. همین امروز بعد برام بخری. دو ساعت دیگه همینجا. تو حساب چی داری؟ قرارمون چی؟ بس دیگه قرارمون میکنی. میگم تو حساب چی داری؟ خیلی دوست داری میدونی؟ خوب نگاه کن. این چیه؟ ندیدی تا حالا؟ یک ساعت دیگه همه میفهمن، تو هم میفهمی این چیه. با این بمب ساعتی میخواد چی کار کنی؟ فراموش نکرد دو ساعت دیگه اگه اینجا نیستی میمونی مهمون همین شهر. فقط میگم برات بعدی که صدای این در اومد اینجا موندن خطرناک. شکر بالاخره راه میفتیم بریم. نه همه چی رو بفرما بگو مانی چه عجله ایه هنوز که تعطیلات تموم نشده. به اندازه کافی زحمت دادی. منو چهرم تهران بله بله همینطوره محتوب جون میدونه. عطری جان ما که شرمنده زحمات دستی سه چهار روز خوردیم خوابیدیم. شرمنده تهران کلی کار داریم مگه نه؟ بله آقا منو چهر گرفتاره باید بره. شما بمونین تو آرش. خب ببین منم همینو میگم دیگه. میخوای تو برو من آرش بمونی. اما که تو این هیروویر نون پسر شازده تو بشه اسمونی به تنون میگم چیزی شده؟ نه منو چرا حواس نون تنوری محلی کرده همین؟ حالا بمونین موقع رفتن میگم ننه سلیمه بلاتون آماده کن. بابا منو چرا این همه با هم صحبت کردیم حالا بلند شدی میخوای بری؟ منم همینو میگم بیا بشین بیا بفرمایی بشین. نون تنوری پسرم به خدا کیفمون رو بردم. مادر من که لازمینه من تو خونتون ورمی میداریم من برم تو نون بخرم. الان سیتاشم اومده برم ببینم از بابا چه خبره. مامان آبرون میره پیش اینا یه لحظه صدا تو بیار پایین. مامان برگردم بهت پولو میدم برو. چی شده آبا کیفم چقدر ناراحتی؟ ای بابا سلام رسیدم بخیر بفرمایی. شریف گفت تشریف میارید من منتظرتون. یعنی دختر عروس ندیم خودمون هر روز بیشتر زحمت میدیم. اینجا خونه خودت آقا سید. سلامت. هر موقعی که اومدی خرمشهر سلامت قدمت رو چشم. آقا سید مزاحمتونم شدم ببخشید. میخواستم ببینم برای این قضیه فرخ کاری میشه کرد. آخه چه کاری میتونه بکنه برات؟ من نمیدونم. من حرفای ابو خالد رو باور نمی کنم. آقا سید اونجا میگفتن ممکنه گیر ماموری عراقی افتاده باشه، گیر ماموری کویتی افتاده باشه. من میگم پاسپورت که نداشته، اصلا شاید زندانیش کردن که هیچ خبری ازش نیست. اصلا گیر ماموری عراقی دستگیرش کردن. عراق به این بزرگی آقا سید چه کار میتونه براتون بکنه؟ اگر مامورای عراقی دستگیرش کردن میبرن بصره. بله. بندر بصره دوست من دارم انشالله خبر براتون میگیرم. خدا خیرتون شما لکن ته انشالله ایسیر لا تخوفه انشالله ایسیر بزن الله ایسیر انشالله. والا نمیدونم من از مزاهمتون نمیشم ببخشید ببخشید. پس من نهار میپزم زور پاشید بهت خونه ما. نهارتون که خودید خواستید برید میرید نخواستم که میمونید. عطری نهار همه خونه ما. دست درد نکن. خیالت راحت شد تنورت براهه. سلام مامان خسته نباشی. سلام مامان گفتم دایی من چرینا نهار بیانه. خوب نمیدونم فکر کنم رفت بازار گفت برای دوستش میخواد تور بخره. یکم ناراحت بود مثل اینکه ناراحت بود برای اینکه من پول نداشتم بهش بدم. خب بیا کیمیا اینو ببر بهش بده
بگو مامان گفت ببخشید هر چی میخوای بخری برو. مگه نمیگیم پول نداره، خودش برمیگرده دیگه. مگه نمیگی رفته بازار؟ خب پول لازم داره. برو مامان. چیش میکنی مامان؟ برو زود برگرد کمک من. چشم. برای سلاب ده تیج ببخش. آقا معذرت میخوام، اینجا تور از کجا میتونیم گیر بیاریم؟ تا این تحمیری دست چپ مغازه دومی. بله چی شده؟ میگن صدا از سمت بازار بوده.
دارم همینجا میمونی تو حق نداری من اینجا تنها بذار یا بری باید همراه من بیای میگه دیوونه شدم همراهت میام نمیای میرم باشه برو جواب اونی که منو سپرده دستت با خودت گوش کن من امروز به خاطر کار تو نتونستم به اون خونه نزدیک بشم میفهمی چی میگم سوار شو میبرمت هر جا خواستی اما امروز نه یلا کجا بودین زن دارین دیر رو دارن دارن مامان کجا بایرم سیاه بشایل آی آی فکت سرم چطور چیزی نشده زن دایی مادر مامان کجا سرم شد رفتم بازم دنبال الان میان دیگه خیلی وقت رفتن باشه زن دایی مامان رو خودم رو ترتمیز کنی نه نمیخواد دکتر میگه هیچی نشده فقط یه سیاه نشه من بیرم محکم کنه میزنم که بیرم اونجا هم میخونه خود چرا کار میکنه زن دایی من زن دایی میرم همه چیزا میارزش الان میرم به بچه ها خبر میدم که شما اومدین سلام کیمیا خان سلام خوبی؟ بله کیوان کجاست؟ شنیده بودم رفته بوده بازار حالش خوبه؟ بله خوبه خدا رو شکر الله بیا همه شهر بی خودی ما رو چرخوندی آقا سارو ما رو گنده نشسته تو خونش ببخشید کیمیا خانم میشه صداش کنی؟ بله آقا کیوان تو خونش اینم آقا کیوانه کیوان پس تو کجایی حساب تو حالا؟ بابا ایمانو کشته؟ اول منو برده بازار بعد برده تون بیمارستان فقط سردخونه منو نبرده چرا آخه؟ ببخشید کیوان تقصیر من بود تو بعد منو ببخشی من تو رو تو رو انداختم ته رودخونه تور فدای سره راستی لبه چی شده؟ نمیدونیم اگه بوم ترکیده اینجا Thank you.
عزیزم قربونت برم. میبینی که ما الان صحیح و سالم، چرا گریه میکنی؟ الهی من فدای اشکات بشم، اون تو رو خدا. اگه بلای سرتون میامد من جواب فرخ میشیدم. مامان الهی قربونت برم، حالا که هیچ بلای سرمون نیامده جفتمون سالمی. خطرم بیخ گوشمون رد شد. کیوان اگه یه دقیقه زودتر رسیدیم، یه دقیقه زودتر نرسیدیم خدا رو شکر. ده خدا رو شکر مامان جو، هیچ اتفاقی نیفتاده، جفتمون سالمه. سالمین دیگه. میخندی به چی میخه؟ ببین سالمه که میخنده، به چی میخندی؟ به چی میخندی؟ یا فش رهتی فهمید آرش تو بازاره دیده. مامان این گچ دیوار شد به خدا. این گچ دیوار به خاطر تو شده بودم. آره جون خودت. آره جون خودت. ببینم مگه آرش هم اونجا بود؟ آرش بیچاره نمیدونم، این کیوان راش انداخته بود. بیچاره آورده. چیه؟ خب بیچاره است دیگه، میخواد تور بخره آرش آورده دنبال خودش. من نمیدونم چرا آرش توریش نشده. نه فکر نمی کنم. آره اونا فقط خاک و خولی شده بود و موند که کمک کنه به زخمی ها و اینا. مامان بخن ببین چقدر خوبه دیگه، من هم سالمم. باشین الان مهمونا میام. باشین فکر کنم اومدم. اومدم جایی سره سره شدم. گوسفند دایی چیه؟ بیا بیا هیون بیا. سلام زنده ایگه. سلام خوبه برمشترم. بفرمانه سلام دایی. من چرا مطفون نهی بادم؟ میان بفرمانه بفرمانه. این چیه؟ که تا صبح نمیذاره بخوابیم با این بابا کردن. دایی میتونی ببریش اتاق خودت، حالی که تنها نباشه صداش در نمیاد. خیلی پیشنهاد خوبیه، به هم میان تا صبح براش قصه بگو با هم بخواب. به هم میان؟ خیلی چه اون آدمی زد حالیش نمیشه تو آدمی تا که تنها نشدی. داداش خیلی زحمت کشیدیم. خواهش میکنم خواهر من، زحمتی نیست. خدا به بچه ها رحم کرد، به کیمیا، کیوان، آقا آرش، خدا به همه رحم کرد. آره والا صبح آقا قاسم گفتم بیاد قربونیش کنه، گوشتاشو هم تقسیم کنه. دست درد نکن. میگم آقا منو چرا مهتاب خانم دیر کردن؟ ما که اینجا موندنی شدیم اونم رفتن آبادان. فقط من یه چیزی رو نفهمیدم، اینا کیان که بوم میذارن؟ اینا یه مش آدمای از خدا بی خبر. آخه اصلا برای چی بوم میذارن؟ خیال میکنم با کشتار میتونن مردم به سمت خودشون بکشن، ولی خب براشون نتیجه برعکس داره میشه. راستی آقا آرش شما چی کار کردی؟ من آقا آرش رفتیم بازار که من تور بگیرم، بعدش بوم. اونو که خودم میدونم، بعدشو میگم. بعدش که اونجا موندین چی کار کردی؟ آقا آرش امروز کلی زحمت کشیده، کمک کرد، زخمی ها رو بردن بیمارستان. بفرمایید، یخ میکنم. این همون ناهاره که قسمت نشد بخوریم، دوباره گرم کردم بخوریم. بفرمایید عطری جان، بفرمایید. من مطمئنم غذای شما یخ کرده خوشمزه است. ممنون. از اون طرف بازم مطمئنم که دستپخت کیمیا خانم به شما رفته. قلیه ماهی کیمیا رو نخوردی، عالی درست میکنه. حالا باورتون میشه من عاشق قلیه ماهی هم. شما آقا آرش از کی تا الان اینقدر غذای جنوبی داشت؟ من دوست دارم بخوری. بخوری بفرد بفرد. دست شما هم درد نکنه. خیلی ممنون، خیلی خوش گذشت. شما که میریم سلامت زیار دارین. قربون شما، مرسی. خسته نباشی. خیلی ممنون که زحمت خودتون باشی. منتظر خبرهای خوب هستیم. خوشحالی حتما تشکر. یه لحظه شاید به این بگوید این این پولی باید شما روز دارم داریم. خب این پولو که من ایدی دادم، ایدی رو بر نمیگردم. بزن اینجا رد شو از بچه. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. برای شما ها بنویسم هر کدوم کجاست، کجای اتاقم. باش عزیزم، خیالت راحت. خودم میرم برم دارم برای پاسش. خیلی ممنون.
منو چه یواش بریم بابا خود من باش خدا حافظ خدا حافظ خدا به من خدا حافظ خدا حافظ خیلی خطری باشه آقا رش یواش بری آقا رش میگم یواش بری خب خواهر من برین داخل آره شریف که داره میره نخلصه شما هم بیان با ما یه چای با هم دیگه بخور بابا این همه مهمونداری کردی خسته آره آره من حتما با تون کار دارم بیا کیمیا جان بیم زنده بیم توی چای با هم دیگه بخوریم بیم دیگه برید برید آره من میرم خونه دایی جان فعلا خدافز به سلامت علیکم مساء الخير انا یعنی من همسایتون هست البته چند تا کوچه اون طرفتر شنیدم پدرتون یه ماشین آمریکایی داره صح پدرم الان اینجا نیستن لکن سیاره که هست نه ماشینم نیست پس کجاست ببخشید شما میدونی انا یعنی من عاشق ماشین های آمریکایی هست ولک بزرگ جادار تا دلت هم بخواد سکجور انا قبلا یکی شو داشت انا عاشق ماشین آمریکایی میخواد بخرش ماشین اصلا مال ما نیست که بخوایم بفروشیمش میخالف اشکالی نداره با صاحبش صحبت میکنم ولی اول باید ببینمش نگفتی الان کجاست نیست نمیدونم بردنش یک گاراژ گاراژ؟ لکن کدوم گاراژ؟ نمیدونم میخوایم برم از مادرم بپرسم لا زحمه نیازی نیست میره یه روز دیگه میاد هوا خیلی گرمه هلاک شدم میشه یه لیوان آب برام بیاری؟ هلاک چیه؟ برای یه لیوان آب هم باید از مادرت اجازه بگیری؟ نه چند لحظه تشریف داشته باشم میان برای الله حفظك ما شاء الله پسر مهتاب حرفاشو زده ما هم جوابمونو بهش دادیم خب من واقعا نمیفهمم برای چی به تو گفته دوباره بپرسی؟ تو بدبخت حرفی به ما نزده مهره مامانش گفته نخه اصلا بذار ببینیم نظر خود کیمیا چه دخترم نظره چه کیمیا مامان کامران خونه تنسی سرمش بزن بریم بابا چی؟ بابا یه خورده هم به دل دختره فکر کن ببین نظر او چی؟ هم تو همش حرف خودت میزنی سلام علیکم خواهر من رفت حیات ماشین لا اخوی تشنه آدرس گم کرده و رفت برام آب بیاره چیکار داری نقا تو خونه ما؟ هیچی اصلا تشنه آب نخواست آب نخواست کیوان بابا چیه؟ کیمیا یه نفر بیا بیا برسته بیا کجا بری؟ با تو کوی نوازی کوی تو واقعا کیمیا بله
چیه یارو؟ از این آقا کیوانتون بپرس. کیمیا بی خود تقصیر من نه، من خودم به یارو شک داشتم. شک داشتی که اون وقت گفتی بیا تو، یارو اسلحه داشت. من نگفتم بیا تو، یارو یعنی من آب خواستم. خیلی باز آب خواسته با اسلحه از آقا. حتما بهش گفته که چه میدونم، بیا من به آدرس میخوام ازت بپرسم، یه چیزی میخوام بپرسم. اون اصلا آدرس نمیخواستی یارو. پس چی واسه چی؟ اصلا یارو میدونست یه ماشین آمریکایی تو حیاط بوده. اومده بود اونو بخره. چی؟ اومده دنبال ماشین شهرام، اومده دنبال ماشین شهرام. تو دیدیش؟ مامان دایی شریف آقا نسی بفرمایید. دایی ناصر آقا شریف اومده. سلام ببینم چی شده؟ چه میدونم، من خونه شما بودم. سلام. وقتی رسیدم که یارو فرار کرد. سلام دایی، به تعریف کنید چه اتفاق افتاده؟ کیمیا بدون بابا چی شده؟ ممکنه این دوباره برگرده، باید بدونم دنبال چی بوده. بابا من فکر میکنم دنبال ماشین شهرام من اینا. ماشین؟ ممکنه دوستمون فراری باشه. دقیقا بابا قیافشان چی شکلی بوده؟ قضیه چیه؟ آرش میخواد چیکار کنه؟ نمیدونم. خودتو رو رو نزن. تو ماشین همه چیزو شنیده. خب شنیدی بچه رو میپرسی؟ تو واقعا میخوای آرش رو بفرستی سراغ بیژن؟ با اون سوابقی که داره میخوای بفرستی سراغ اون جونور؟ چه سوابقی؟ چه سوابقی؟ همین که پسر مشفقه کافیه دیگه. من که هیچکاره بودم، پرونده‌ای به اون کت و کلفتی برام درست کردن. آرش که جای خود داره. تو نمیخواد نگران آرش باشی. ما از پس همه این کارا برمیاد مثل همیشه. خوشحالم که از پس یه کار برمیاد. همون کاری که خودش واسش به آب و آتیش میزنه. منظورت کیمیاست؟ دیدم از هر فرصتی استفاده کردی که از آرش پیش مهری بعد بگی. من نمیدونم این چه رفتاری تو با این بچه می‌کنی. چه هیزم تری به تو فروخته؟ آخه دست از لجبازی بردار دیگه. تو از گذشته آرش اصلا چی میدونی؟ گذشته آرش؟ تو چی میدونی؟ بعدم بهت میگم، نرزم کنم. منظورت از این حرفا چیه؟ منظورت داشتیم ما هم حرف میزدیم، گفتیم سوپرمن ظاهر شد که بیاد کارخونه رو نجات بده. مامان بهت گفت. خب نظرت چیه؟ نظرم اینه که تو چجوری میخوای بیژن از کارخونه بیرون بکنی؟ با افشاگری انقلابی. یه درسی بهش بدن دیگه، عوض انقلابی بازی به سرش نزنه. آها، پوست از سرش بکنی. چجوری مثلا؟ ببین اگر بیژن توسط یه مأمور عالی رتبه سابق از زندان فراری داده شده باشه چی؟ اینجوری تونسته به عنوان یه مأمور نفوذی وسط انقلابی خودش جا بزنه. خوش خدمتی کن. خیلی کار زشتیه. فکر نمی کنم کسی ببخشدش. عجب. ببینم به مادرم چی میگفتی؟ چی میگفتی؟ حرف تو بود و کارخونه و تصمیمت. باور میکنم. چیه؟ نگران چی هستی؟ نگران تو و توهمات. آها، نگران توهمات منی یا نگران گذشته که داری ازش فرار میکنی؟ گذشته.
ببینم تو گذشته من دنبال چی میگردی؟ یه چیزی که باشه آبرومو ببری. آره نه ترس رفیق، چیز دندونگیری گیرت نمیاد. هر چیزی هم لازم باشه بدونی به وقتش خودم برات تعریف میکنم. اگه لازم بود این کارو میکردم، ولی با جواب ردی که مهری و کیمیا دادن نه لازم نیست. جواب رد تا کجا میدونی؟ جواب رد دادم. باشه ببین منوچهر، من میدونم تو دنبال اون کارخونه هستی و میزت بهت برمیگردم. منم دنبال کیمیا. تو این شرایط فکر نمی کنم دلیل داشته باشه بخوام من دیگه کل کنم. شما پدر پسر سر و ته یه کربوسی، فکر میکنین همه چی قابل معامله است، حتی آدم ها. آخه یعنی تو اهل معامله نیستی؟ نه تو نبودی سر مانه تراشی و کمک به نجات کارخونه با پدرم نبستی؟ نه خیلی خب، حالا بریم. جای این حرفا نیست، مهدا منتظره. بشکن رفیق، من دلیل نمیبینم حالا که میتونیم به هم دیگه کمک کنیم علیکی به پر پای هم دیگه بپیچیم. اون کارخونه رو میخوای که من بهت برمیگردونم؟ فقط یه هفته بهم وقت بده. یه هفته. خیلی خوب، بفرمون. ماشینه دیدی؟ آه دیدم. سالم بود؟ سالم، گفتم میخوام میخرم. بخری؟ ببینم مگه زن شهرام دوباره برگشته؟ بله، مثل اینکه فتحی دیروز توی راهروی دادگاه به آقای مهتبی گفته که برگشته. من که به نذر و قربونی اعتقادی ندارم، نذر کردم از دست تو و پدرت که خلاص شدم بوس قربونی کنم. من بیشتر دنبال اون محمولم. فکر کردی میتونی آدم بفروشی بعدش به سر در بری؟ آره یه کار کن بی خیال این خانواده بشه، این بچه‌شون بره سر خونه زندگیش، معطل این خانواده نمونه. تو همین روزای سخت آرش خیلی کمکم میکرد، هر کاری از دستش برم میومد واقعا برام انجام بود. آخه یه صحبتایی شده. صحبت که خواستگاری کردیم، یه جوری هم جواب مثبت گرفتیم ازشون.